سلام عرض میکنم خدمت دوستان هموطنان عزیز. این هفته هم متاسفانه من تنها هستم، جناب بهبهانی همچنان در سفر هستند و این سعادت رو بنده ندارم در خدمت ایشون باشم، ولی خب جایشون خیلی خالیه و همه ما در واقع میفهمیم، حس میکنیم وقتی که ایشون نیستن یه چیزی کمه. و حالا من تلاش میکنم که برنامه رو اجرا بکنم، بخصوص من چون خودم فردا عازم سفرم و درست در زمانی که برنامه بایستی اجرا بشه من تو پرواز هستم، اینی که امروز خدمت شما میرسم و به جای اینکه فردا در خدمتتون باشم. من مثل دفعه قبل سوالاتی که برام رسیده، سوالاتی که دوستان مطرح کردن رو یکی یکی میخونم و بعد هم راجع به اونا نظرم رو میگم. البته من سوال اولی رو که به نظر خودم رسید و دوست دارم راجع به اون پاسخ بدم یا نظر خودم رو بیان کنم، بیشتر برمیگرده به اون چیزی که شاید این روزها هم خیلی مطرح میشه، تو ماهای گذشته هم مطرح بوده، یا یه سوالیه که تو ذهن خیلی از ماها هست. میدونید سوال اینه، آیا سکوت مردم ایران در قبال این همه گرانی و سرکوب و این همه جنایت آیا باعث ناامیدی شما نمیشه؟ ببینید شاید این سوال بارها از خودتون کرده باشید، از خودمون کرده باشید. ببینید 40 سال این رژیم حاکمه و یا دیگه میخوایم چجوری بشه، شرایط مثلا قراره چطوری بشه، چه جنایتی باید مرتکب بشن تا مردم به پا خیزن، تا مردم از جون بگذرن یا در خیابونها بیان، یا حالا به هر طریقی این نظام سراپا فساد و جنایت رو واژگون میکنن. خب اینو همه ما شاید از خودمون سوال میکنیم یا دوست داریم، یا خیلی ها دیدید مردم رو محکوم میکنن، به مردم توهین میکنن و نسبت های ناروایی میدن. خب منم میفهمم خیلی تحت فشارن، دستشو که به جایی نمیرسه ما میان سلمونی که بیکار میشه سر خودشون میتراشه، به مردم حمله میکنیم، یعنی به خودمون حمله میکنیم. ببینید من تصورم اینه که خب این سوالیه که همه ما باید تک تک از خودمون بپرسیم. ما همه مردمیم، همه ما مردم ایران رو تشکیل میدیم، همه ما جامعه رو تشکیل میدیم. اگر هر ایراد و اشکالی تو جامعه ایران هست، اگر هر ایراد و اشکالی تو مردم ایران هست، ما بخشی از اون. ما تافته جدا بافته نیستیم هیچ کدوم از ما، از من بگیرید تا بقیه. همه ما یه مجموعه رو تشکیل میدیم، همه ما سوار یک کشتی هستیم و همه این مجموعه ایران یا مردم ایران خطاب میشن، صرف نظر از که اهل کجا هستیم، صرف نظر از این که به چه زبانی صحبت میکنیم، یا صرف نظر از که دارای کدوم گرایش سیاسی هستیم، یا حتی صرف نظر از این که دارای چه سابقه هستیم. ببینید ما همه هم مردم ایران. ولی حالا بیایم سر خود موضوع هستیم. ببینید این ساده سازیه، اگه قرار بود مشکلات به همین سادگی حل بشه، مطمئن باشید که هزاران سال پیش مشکلات حل شده بود. اصلا نیازی نبود که ما امروز تلاش کنیم، اصلا نیازی نبود که ما امروز مبارزه کنیم، اصلا نیازی نبود که من و شما امروز بشینیم راجع به این موضوعات صحبت کنیم. میتونستیم راجع به خیلی چیزای بهتری صحبت کنیم، میتونستیم از شعر بگیم، از موسیقی بگیم، از هنر بگیم، از تفریح بگیم، از خیلی چیزایی که شاید هممون علاقمندی هامون بیشتر به اونهاست. ولی خب ببینید به خاطر اینکه موضوع سخته، به خاطر اینکه به این سادگی نمیشه مسائل رو حل و فصل کرد یا حتی نظر داد. ببینید مردم ما تافته جدا بافته نیستن. به دنیا نگاه کنید، به اون چی که در دنیا اتفاق میفته نگاه کنید، ببینید آیا جاهای دیگه به همین سادگی شرایط رو پشت سر گذاشتن یا به اون وضعیتی که درش قرار دارن رسیدن؟ حتما نه. من چند تا مثال براتون میزنم برای اینکه بگم به مردم نباید توهین کنید یا نباید انتظار زیادی داشته باشیم یا نباید اونا رو مورد حمله قرار بدیم. چرا؟ چون میتونیم موقعیت های مشابه
مثلا فرانسه رو ببینید، یه کشوری که درش انقلاب کبیر فرانسه بوده، مهد آزادی، مهد دموکراسی، سطح فرهنگ و آگاهی مردم بسیار بالا بوده، کمون پاریس رو پشت سر گذاشته. بسیاری از کسانی که امروز ما بهشون در واقع جهان بهشون مدیونه یا فخر میکنه، از تو فرانسه اومدن، از دل این فرهنگ اومدن، از دل مبارزاتی که در فرانسه بوده اومدن. ولی رفتار مردم فرانسه رو در جنگ جهانی دوم ببینید. فرانسه اشغال شده توسط نیروی اشغالگر، ببینید کمتر از 4 ساله، و فکرشو بکنید بسیاری از فرانسوی ها همکاری میکردن با آلمان ها فقط در کمتر از 4 سال. ببینید فشار وقتی که میاد هرچی زمان میگذره تصاعدی بالاتر میره، اراده بسیاری میشکنه. خیلی ها که قبلا مقاومت میکردن در طول زمان ممکنه که دچار ضعف و فتور بشن. بنابراین ببینید خیلی ها تو تاریخ فرانسه اومده، برید رفتار مردم فرانسه رو ببینید. همه مردمی که ما ازشون صحبت کنیم، همه مقاومت فرانسه نبودن، همه اون کسایی که در حال مبارزه با فاشیست بودن نبودن، اونا توسط کشور خارجی اشغال شده بودن. میدونید خیلی هاشون میرفتن، این موارد کم نبوده، همکاری میکردن با سرویس امنیتی. گاه برای چی میرفتن همسایه‌هاشون رو لو میدادن؟ برای اینکه سیب زمینی های خونه‌شون رو برن بعدن بردارن وقتی اینا دستگیر شدن. مردم زیر فشار، خیلی از مردم دچار حقارت میشن، دچار رفتارهای زشتی از خودشون بروز میدن. در همه جای دنیا این مرسومه، در همه جای دنیا این اتفاق افتاده. ولی خود مردم آلمان رو نگاه کنید، مردمی که در مقابل چشمانشون میدیدن این آلمانی که درش فلسفه در اونجا اومده، هنر از اونجا اومده، موسیقی از اونجا اومده، بسیاری علم از اونجا اومده، بسیاری از علوم از آلمان اومده. خب شما فکرشو بکنید، تو همین آلمان در جنگ جهانی دوم یه قطار میرفت توی برید مثلا تو آشویتز، میرفت تو موتازن، میرفت تو بسیاری از این اردوگاه های مرگ، در کنار مردم زندگی میکردن، میدیدن و از خودشون نمی پرسیدن اینا کجا رفتن. خب اینکه منفجر میشه اگه همین آدم اون تو باشن، که میفهمیدن چه خبره، میدونستن چه خبره، ولی خودشون رو به اون راه میزدن. هیچ پاسخی هم برای وجدان خودشون نداشتن، اونا یکسره در خدمت فاشیست بودن. بیایم از این بگذریم، بیایم ببینیم مثلا در دوران اخیر رو ببینیم یا در بعد از اون رو ببینیم. آمریکای لاتین یه موقعی مهد انقلاب بوده، مهد جنبش ها بوده. خود جنبش ایران، جنبش چریکی خیلی خیلی از اونجا الگو برداری کرده یا تحت تاثیر جنبش اونجا بوده. شما شیلی رو شنیدید، مقاومت مردم در مقابل دیکتاتوری شیلی رو دیدید، پینوشه رو دیدید، شنیدید. خیلی از جنبش میر میگن، از در واقع از سوسیالیستا میگن، از پیروان آلنده میگن، از مبارزات که در اونجا بوده میگن. حالا من یه مثال براتون میخوام بزنم، مقایسه کنید، فقط این رو دارم از بابت مثال براتون خدمتتون عرض میکنم. چون خب امسال جام جهانی هم بوده، تب فوتبال هم بوده، مردم بیشتر الان به فوتبال علاقه‌مندن یا دنبال میکنن. ولی من میخوام اتفاقا از همین موضوع بیام. ببینید در کودتای شیلی، میدونید در 1973 کودتای پینوشه است علیه آلنده، علیه دولت سوسیالیست آلنده. در ماه سپتامبر مسابقات مقدماتی یا مسابقاتی است که برای انتخابی جام جهانی است، کشورهایی که قراره برند جام جهانی 1974 در آلمان شرکت کنند، با مسابقه است بین شیلی و اتحاد جماهیر شوروی. بازی رفت اینا در مسکو برگزار شد، بازی 1-1 شد. بازی برگشتشون بایستی در شیلی و در استادیوم سانتیاگو برنابو، استادیوم سانتیاگو برگزار میشه، پایتخت شیلی. میدونید اون استادیوم کشتارگاه انقلابیون بود، کشتارگاه مبارزین بود، کشتارگاه آزادی خواهان بود، همون جایی که ویکتور خارا رو کشتنش. گفته میشه دستاشو قطع کردن.
حالا اینش تا چه حد درسته کاری ندارم، ولی کن ویکتور خارا رو کشتن، اون شاعر، اون آوازخوان، اون گیتاریست معروف رو کشتنش. بسیاری رو در اونجا کشتن. اونجا زندان بود، شکنجهگاه بود و قتلگاه بود. پینوشه عمد داشت مسابقه فوتبال رو در اونجا برگزار. افشاگری‌های زیادی در سطح بین‌المللی شده بود. دولت اتحاد جماهیر شوروی مخالفت کرد با برگزاری مسابقه در استادیوم سانتیاگو. تأکید کرد که ما بر فرش خون قدم نمیگذاریم. تأکید کرد اتحاد شوروی که ما حاضر نیستیم در جایی که انقلابیون رو کشتن، در جایی که شکنجهگاهه، در جایی که زندانه، در جایی که قتلگاهه، فوتبالیستان اون رو بفرستیم و در روی زمین چمنی که به خون انقلابیون آغشته شده بازی کنن. فیفا هیئتی رو فرستاد به سانتیاگو. متاسفانه این هیئت تحت تاثیر قدرت‌های جهانی گزارش سراسر وارونه‌ای رو و حیرت آوری رو منتشر کرد و ادعاهای پینوشه رو تایید کردن. متاسفانه برخلاف تمامی شواهد، فیفا دستور داد که بازی توی استادیوم سانتیاگو برگزار شه. ببینید، فکرشو بکنید، کودتا شده، انقلابیون اونجوری هم، ولی فوتبالیست ها میرن بازی میکنن. اونایی که فوتبالیست های تیم ملی ایران رو محکوم میکنن، اونایی که بعضیشون میگن آقا چرا زنها رو راه میدن تو استودیو، فوتبالیست ها بازی میکنن، انگار اگه خودشون بودن دیگه بازی نمیکردن، از خیلی قراردادهای میلیونی و نمیدونم میلیاردی میگذشتن. یا این همه تلاشی که از بچگی یه نفر کرده تا حالا بشه فوتبالیست، حالا مثلا چرا زنها رو راه نمیدن، نمیدونم اینا چرا فوتبال بازی میکنن. حالا هیچ موقع از خودشون سوال نمیکنن خود شما چرا اداره میرید، به خاطر اینکه مردم زنا حجاب دارن، بگید زنا باید آزاد باشن، چرا حجاب دارن؟ ببینید این سوالا رو خودشون نمیکنن، ولی اگه ببینید تو فضای مجازی، تو نوشته ها، حتی تو گفته ها خیلی زیاد از این حرفو مطرح میکنن، کسایی که خودشون بهای چندانی نمیپردازن البته. ولی در هر صورت تیم ملی آرژانتین اون موقع میره بازی میکنه فوتبالش در مسکو و حالا تو بازی برگشت اتحاد جماهیر شوروی حاضر نمیشن بازیکناشون بیان و در استادیومی که به خون آغشته است مسابقه بدن. فیفا 3-0 بازی رو به نفع شیلی اعلام میکنه و اتحاد جماهیر شوروی بازنده اعلام میشه و قید مسابقات جام جهانی رو میزنن. اما این همه ماجرا نیست. حکومت دیکتاتوری پینوشه، حکومت نظامی، میخواد قدرت نمایی کنه. بلیت میفروشن، بازی که فیفا اعلام کرده تمامه و اینا پیروزن و به جام جهانی میرن و به جام جهانی رفت تیم شیلی و در جام جهانی 1974 آلمان بازی کرد. ولی نکتهش اینجاست، ببینید، بلیت میفروشن و مسابقه رو به اصطلاح نمایشی برگزار میکنن، تیم ملی فوتبال شیلی رو میارن تو استودیو، اونا یه به اصطلاح داوری رو هم میانن، سوتی میزنن، همه چی نمایشی، همه چی تئاتره و فوتبالیست ها مجبورن که توپ رو به حرکت در بیارن و یه گل برن بزنن در دروازه فرضی اتحاد جماهیر شوروی. ببینید، فوتبالیست ها میرن، از چهره هاشون، از نوع حرکت در آوردن توپ، از نوع حرکت بدنشون معلوم تحت فشارن، ولی میرن. چند تایی شما اگر بودید نمیرفتید، نمیدونم، ولی میخوام این عرض کنم خدمتتون، نشستن کنار گود و بعد فرمان دادن، یا نشستن کنار گود و بعد محکوم کردن و بعد همیشه از برج، در واقع خودمون در برج آج بنشینیم و دیگران رو محکوم کنیم، کار ساده ایه، کار سختی نیست، همه ما میتونیم بکنیم. ولی میخوام بگم این رفتار رو هم مردم های دیگه هم ببینیم، از کشورهای دیگه هم ببینیم، از ورزشکارهای دیگه هم ببینیم، اونجا که باید بها بپردازیم اینا رو ببینیم. میدونید همه اینا رو میگم برای اینکه میگم با مبارزه سخته، گذشتن از خیلی از مواهب زندگی سخته، برای خیلی ها سخته و من از مردم عادی نمیشه انتظار داشت، به خصوص ما در شرایط به سر میبریم که خب در کشورمون آلترناتیوی نیست، خمینی به اعتماد مردم ضربه زده، در یه فاصله کوتاه در هیچ کشوری در دنیا دو انقلاب صورت نمیگیره،
و جدای از اون و جدای از اون بحث بر سر اینه که بسیاری از مردم نسبت به اپوزیسیون بیعتمادن، به درستی بیعتمادن. شما رفتارهای ببینید، بزرگترین اپوزیسیون رو میبینید مجاهدین، قویترین اپوزیسیون رو میبینید مجاهدین، نیروی اصلی و ستون اصلی فقرات اپوزیسیون مجاهدین بودن. در طول 14 دهه گذشته بیشترین بها رو هم پرداختن، اما به درستی مورد اعتماد مردم نیستن. مردم شناختن. شما میبینید کارهایی که مسعود رجبی میکنه، اقداماتی که مسعود رجبی میکنه، و متاسفانه اینا همش بایستی اینا رو ما در نظر بگیریم، اینا مؤثره در به قول معروف رفتارهایی که مردم از خودشون نشون میدن. مردم بیعتمادن و این خودش به نوعی بیعتمادی رو تشدید میکنه در جامعه. همینطور گروه های دیگه، بسیاری از گروه های دیگه همین وضعیت و همین حالت رو دارن. اینا همه دست به دست هم میده. و بعد مسئله سرکوب، مسئله کشتار، مسئله اون چیز که حالا بعد از هر جنبشی ما دیدیم در کشور نظام اسلامی صورت داده. حالا برای نمیشه مردم رو محکوم کرد. مسئله به این سادگی ها نیست. ساده سازی نباید کرده. میدونم فلان موقع انقلاب میشه، فلان موقع نمیدونم. دیدید دیگه تو همین چند وقت اخیر چه تبلیغات سنگینی میشود. پارسال میگفتن تا عید تمومه، بعد عید تمومه. البته نظر من بخشش دستگاه اطلاعاتی امنیتی پشتشه، اینا رو تبلیغ میکنه، بعد عده‌ای تو تور میفتن، بعد عده‌ای دچار خوشخیالی میشن. بعد که اون تاریخ میاد میگذره یه جورایی دل سرد میشن مردم. این هدف دستگاه اطلاعاتی امنیتی باید اینو در نظر داشت، این نوع توطئه ها رو. و متاسفانه در طول یک سال گذشته به خصوص کانال های تلگرامی یا فضای مجازی مثلا نمیدونم این شبکه بیان فرمودی و زم یا همین آمد نیوز که متعلق به زم هست، یا آواز تودهی که بعدا بهش اضافه شد، علی جوانمردی، اینا نقش بسیار بسیار مخربی داشتن، نقش بسیار مخربی داشتن در جهت مطامع دستگاه اطلاعاتی امنیتی و تحت پوشش اونا بودن، از طریق اونها تغذیه می شدن و به این خوشخیالی ها دامن می زدن. و متاسفانه خب وقتی مردم فکر میکنن یه ما دیگه، سه ما دیگه، شیش ما دیگه، رژیم تمومه، کارش تمومه، دیگه رفتنیه، نمیدونم، خب میگه چرا اصلا ریسک کنم، اصلا برای چی رو جونم ریسک کنم، برای چی بیام بیرون. اینا هم هست، اینا هم مؤثره. ولی خب با همه تعمیداتی که رژیم میچینه، با همه این مشکلاتی که عرض کردم خدمتتون، ولی روز روزش خواهد رسید. برای همه رژیم رسیده، برای همه نظام های مشابه رسیده. وضعیت این نظام متفاوت از نظام های دیگر نیست. این نظام رفتنی است، امروز یا فردا، من و شما باشیم یا نباشیم، و ایران روی دیگری رو خواهد دید و امیدوارم که اون روز بیاد. ولی در هر صورت تا اون روز نباید مردم رو محکوم کنیم، نبایستی اونا رو مورد حمله قرار بدیم. هرچی کینه دارید، هرچی نفرت دارید علیه رژیم، اون رو بسار کنید، نشون بدید و اون سرمنشه همه مشکلات جامعه ما. حالا این یه مطلب بعدی که سوال کردم، من دوست داشتم اینو اول بگم. مسئله بعدیش اینه که نظرتون راجع به نوار صوتی میرحسین موسوی که به تازگی انتشار یافته چیه؟ میدونید صحبت هایی است که موسوی در نیمه شعبان سال 89 داشته با اعضای ستاد انتخاباتیش، بخش از این اعضا، یک سال در واقع بعد از اون داستان های 88 و به نوعی فروک، زمانیه که دیگه جنبش فروکش کرده. و میرحسین موسوی اونجا صحبت میکنه با این اعضای ستادش و تاکیدم میکنه که نمیخواد این حرفا بیرون بره و اجمالا میگه
اینجا اونجا میگه به خاطر اینکه نگار این تونل تاریک تهش پیدا نمیشه، معلوم نیست به کجاها میکشه، داستان سر دراز دارد، همه این حرفا هم میزنه. و از طرف دیگه به دستبستگی ها و محدودیت های خودش هم اشاره میکنه. من 7 سال و 2 ماه پیش راجع به همین مسئله که امروز این هیاهو در فضای مجازی و در بسیاری رسانه ها نسبت بهش صورت گرفته مطلب نوشتم، مطلب بلند بالایی هم هست و اسمش هم هست نمیدونم کشدار 67 با 7 آب و 7 دریا نمیتوانی نگوشست. خب 7 سال و 2 ماه پیش خیلی ها موقع کنارش گذاشتن، مثل که جامعه ما این نداره اون حافظه تاریخی رو، یادشون میره که چی بوده چی نبوده چطوری بوده. این مسئله به این بزرگی داغ داغ سال 89-90 که اینو بیرون اومد، من نوشتم در این راجبش 7 سال و 2 ماه پیش، مرداد 90 من نوشتم. البته اون موقع میرحسین رفته بود به حصر. چی اینا رو بودش انتشار میده بیرون میده؟ نمیدونم، میتونه دستگاه امنیتی باشه و به خاطر اینکه میرحسین رو تحت فشار بیشتر قرار بدن، یا اون جناح رو، یا اونا رو هم شریک خودشون نشون بدن و یه نوع بی‌اعتمادی ایجاد بکنن. همه اینا هست و میتونه باشه. الان هم که نوار صوتیشو بیرون دادن میتونه از همین جنبه باشه و دستگاه اطلاعاتی بیرون داده باشه. از نظر من البته آقای شاهد علوی اینو پخش کردن که قبلا نوارهای صوتی، نوارهای مربوط به مجلس خبرگان رو منتشر کردن. من همون موقع عرض کردم قطعا دستگاه اطلاعاتی امنیتی پشتشه، قطعا با اهداف خاصی اینا رو منتشر میکنن و همون موقع هم تاکید کردم که بخشایش رو منتشر نخواهند کرد، بخشایش رو بیرون نخواهند داد. اگر کسی آدم سالم میباشه که خب همه فایل رو میده به آقای علوی، پس بنابراین اون کسی که از این کانال حرکت میکنه در واقع خطی داره، اهدافی داره، مطامعی داره، به همین دلیله که اون کسایی که تو مجلس علی خامنه‌ای مشخصا صحبت میکنن تو فایلی که ارائه شد نیست، حرفاشون و تصاویرشون 12 نفری که صحبت میکنن. حالا شاید یکی دوتا پایین بالا بگم، ولی در هر صورت هیچ کدوم از اون رو همون موقع من عرض کردم، گفتم این تیکه ها رو بیرون نخواهد داد و دیدید بیرون ندادن، چون مشخصه که دستگاه امنیتی، البته سر اون قضیه نوار خامنه‌ای گفتم به نظر من چرا اساسا دستگاه امنیتی اینو بیرون داده یا گزینشی بیرون داده. حالا در ارتباط به این نوار صوتی هم به نظر من کار دستگاه اطلاعاتی امنیتی است و اونان که حالا این رو دوباره بیرون دادن. اما با علم بر این و با علم بر این که موسوی در حصره، همه اینا درست، این قصد دستگاه اطلاعاتی بیرون داده، اینه که دعوای درونی رژیم بالاخره یه جاهایی بیرون میزنه خیلی از مسائل، من به اینا کاری ندارم. اون چی که برای من مهمه پژواک که صدای قتل عام شده کنه، اون چی که برای من مهمه احقاق حق کسانی است که امروز در میان ما نیستن، اون چی که من روش تاکید میکنم بچه هایی که از راهروهای مرگ بیرون نیمدن، در دارها رفتن، بچه های اعدام به رگبار بسته شده، اون چیزی، این اون چیزیست که برای من مهمه. یک مسئله تاریخه، مسئله احقاق حقه، مسئله مبارزه با فراموشیه و مهمتر از همه اینا تلاشیست که من مقابله و وظیفه منه که زنده در اومدم، وظیفه منه که اینجا خدمتتون هستم که مقابله کنم با تلاش بیشرمانه تمام جناح‌های رژیم برای تحریف تاریخ، برای واژگونه جلوه دادن حقیقت و برای تغییر جای جلاد قربانی، از میرحسین موسوی گرفته تا علی خامنه‌ای، از رفسنجانی گرفته تا محمد خاتمی، از احمدی نژاد گرفته تا موسوی اردبیلی، از نمیدونم لاریجانی گرفته تا یزدی، از جنتی گرفته نمیدونم تا فلان، ببین برای من هیچ فرقی نمی کنه، از روحانی گرفته تا ابراهیم رئیسی، اینا همه و همشون مجموعه نظام رو تشکیل میدن، نباید به اینا شک. دعواهای درونی رژیم نظام
ببینید بله ظلم کردن به میرحسین موسوی، به کروبی، تردیدی در این ماجرا نیست. اون بخشی که ظلم اینا کردن و قطعا رو محکوم شخصا و اساسا از این ظلم راضی نیستن، خوشنودم نیستن. ولی یادتون باشه همین نظام بالاترین ظلم رو در حق کی کرد؟ در حق سعید امامی کرد، سعید جان خامنه ای، و اون وضع فجی کشتنش. دیدید به سر همسرش چی آوردن؟ دیدید به سر بازجویان و جانیان وزارت اطلاعات چی آوردن؟ دیدید چجوری فیلمشون رو اینترنت پخش کردن؟ دیدید چجوری تمسخرشون رو میکردن؟ حالا چیه؟ درسته ما این اقدامات رو محکوم میکنیم، اما من که دیگه نمیرم سعید امامی رو تبرئه کنم از اون همه زشتی و پلیدی و جنایتی که به خرج داده. من که تبرئه نمی کنم این جنایتکارانی که فیلماشون رو آوردن رو نت، که اظهار تاسف میکنیم از اون چی بر سرشون اومده، توسط دوستانشون، توسط یارانشون، توسط همراهانشون. ولی کم یادمون نمیره که چیکار کردن. ببینید میر حسین موسوی جای جلاد و قربانی رو تحویل میده، میر حسین موسوی دروغ میگه، میر حسین موسوی تحریف میکنه، میر حسین موسوی واقعیاتی که مثل روز روشنه رو واژگونه جلوه میده، امیر حسین موسوی همه تلاشش رو میکنه که خمینی رو تبرئه کنه، این بزرگترین جنایتکار قبل. و خب او تلاش میکنه همچنان دوران طلایی امام رو تحویز بکنه، از اون دوران تمجید کنه، دورانی که سیاه ترین دوران تاریخ میاد. ببینید میر حسین موسوی همه تلاشش رو میکنه که خودش رو اول تبرئه کنه و خودش رو بیخبر جلوه بده. میر حسین موسوی نه بیخبر بوده، و نه بی اطلاع و مسئول مستقیم. ببینید میر حسین موسوی داره راجع به کشتار 67 صحبت میکنه، یه داستانی رو پیش میاره مربوط به متحدین، سعید متحدین. ببینید اصلا این داستان مال سال 60ه، چیکار به 67 داره؟ میر حسین موسوی بهتر از هر کسی سعید متحدین رو میشناسه، زهرا رهنورد بهتر از هر کسی سعید متحدین رو میشناسه. ببینید زهرا رهنورد قبل از انقلاب یار غار یه موقعی محبوبه متحدین بود، منتها محبوب این دو با هم رفیق بودن، دوست بودن، صمیمی بودن. شاگرده شریعتی بودن، منتها محبوبه متحدین به مجاهدین پیوست. زهرا رهنورد جربوزه این نوع از مبارزه رو نداشت، یعنی نه اینکه امکانش براش نبود، برای میر حسین موسوی هم بود. اینجوری نبود که نقد داشته باشن به مجاهدین یا عملیات نه فلان نه، نه جرموزش رو نداشتن اون رو مبارزه رو بکنن. حالا بماند، اتفاقا وقتی که سعید متحدین به 15 سال زندان محکوم شد، کسی که این حکم رو محکوم کرد زهرا رهنورد بود. سال 58 دارم صحبت میکنم، هنوز گرما گرم انقلابه. سعید متحدین 15 سال زندان محکوم شد، زهرا رهنورد توضیح داد راجع به همین سعید متحدین و مشکلاتی که داشته بود و اینها توضیح داد. ولی همین سعید متحدینه که خودشون سال 58 درست چند ماه بعد از انقلاب دستگیر شد و 15 سال زندان محکوم کردن. سال 60 لاجوردی دنبال بهانه بود او رو اعدامش کرد، به اتهام این که تو گوش یه دونه پاسبان زده که نزده بود، ولی به این اتهام او و 8 نفر دیگر اعدام کرد از بزن حصار که حبس میکشیدن، اووردن تحت عنوان شورش در زندان اعدام کردن. بیرحمی رو میبینید. آه از نهاد این میر حسین موسوی و همسرش بر نیاد. این مرداد 60 میر حسین موسوی میدونست این جنایته، میدونست این دست به خون آغشتنه، اما رفت شد نخست وزیر این نظام. میدونست
ببینید میر حسین موسوی رفت نیویورک به عنوان وزیر امور خارجه در سال 60، جوخه ها یک دم باز نمیدونن. برید نگاه کنید شهریور 60 رو، برید نگاه کنید مهر 60 رو، هزار خورده نفر در این فقط دور ما کشته شدن، اسامیشون رو میبینید، تصاویرشون رو میتونید ببینید، غالبش هم آمارهای خود رژیمه. بعد فکرشو بکنید میر حسین موسوی با بیشرمی هرچه بیشتر توی همین نوارش میگه ما اصلا در دهه 60 کشتار جمعی نداشتیم، اینا دروغاییست که درست کرد. دو دفعه کشتارهای جمعی بود، یکی اول انقلاب سال 57-58 در ارتباط با وابستگان نظام سلطنتی، یکی سال 67 تو دوران اینم که میگه اصلا دوران من نبوده. ببینید اینجاست که میگم چشم بندی میکنن، اینجاست که میگم دروغ و وقاحت این نظام از صدر به زیر همه شونو در بر میگیره. ببینید کسانی که در طور با نظام پهلوی، حالا هم از ژنرالای ارتش یا وابستگان دولتی، لشکری، کشوری یا حتی پاسبان نمیدونن اینا اعدام شدن، از چند صد نفر نمیگذرن. آمار رسمیش موجوده، از چند صد نفر نمیگذرن. فکرشو بکنید فقط تو مهرش از هزار خورده اعدام کردن، میگه اون کشتار جمعی بوده این نبوده. ببینید دروغ رو، ببینید با محافظه کارانه ترین ارزیابی ها 15,000 نفر کشته شدن، اعدام شدن. میگه در میگه این نبوده اما اون بوده. چجوری میتونید به بقیه روایت های میر حسین موسوی اعتماد کنید؟ میگه میخواستن احسان نراقی رو اعدام کنن، این ما بودیم، یعنی خودشو میگه، میگه این ما، خودشو میگه، میگه دخالت کردیم و نگذاشتیم اعدام بشه. حالا نکته جالبش اینه، همین میر حسین موسوی تو همین صحبتش میگه که قوه قضاییه مستقله، هیچ ربطی به من نداشته، ما هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم، هیچ دخالتی هم نمیتونستیم، تو رو خدا میدونیم. بعد میگه احسان نراقی رو بخواستن اعدام کنن، ما مداخله کردیم و نگذاشتیم. دروغ محض. احسان نراقی جامعه شناس زمانه قبل از انقلاب کار خاصی هم نمی کرده. حالا از البته وابستگی به دستگاه و ساواک و دربار اونها داشته، یا می بردنش می بردنش نظریه پرداز بوده، کار خاصی که نمی کرده. ولی از همه اینا گذشته، آقای احسان نراقی خاطراتش منتشر شده تو نظام اساسا. ایشون یک روز هم زیر اعدام نبود یا اصلا خطر اعدام تهدیدش نمی کرد. شما خاطراتش رو بخونید، از روز اولی که دستگیر شده فکر آزادیه، میخواستن آزادش کنن، همش اعتراضش اینه که چرا ولم نکردی، کدوم اعدام، آ برای چی. بعد هم تاکید میکنه تو خود خاطراتش، معاون وزارت خارجه آلمان غربی اومده ایران درخواست آزادی نکرده. جدا از این در خاطراتش به میر حسین موسوی حمله میکنه، اینو که منتشر شده تو کشور. که میر حسین موسوی، ببینید خیلی که میگم اینا میدونن و با قالطاقی میخواد همه چیز رو تغییر بده. ببینید اینجاست میگه که ما اطلاع نداشتیم. آخه مگه میشه اطلاع نداشتیم؟ نخست وزیر کشوری، تمام بولتنهای محرمانه برای شما میاد، مردم ایران خبر داشتن، همه از ترس کتاباشون رو میادن تو خیابونا میریختن، تو جوبا میریختن، تو خرابه ها میریختن. جوخهای اعدام یک لحظه باز نمیستن. روزنامه های کیهان اطلاعات رو بخونید، رادیو، تلویزیون، رسانه ها، اطلاعیه، پشت اطلاعیه داستانی رو بخوندن، اعدام و اعدام و اعدام، تهدیداتی که میکردن، مصاحبه های تلویزیونی رو برید نگاه کنید. همون موقع میمدن تو تلویزیون میگفتن، موسوی تبریزی میگفت، گیلانی میگفت، مشکینی میگفت، بالاترین مقاماتشون میمدن میگفتن که
اینا که تو خیابون تظاهرات میکنن و نیاز نیست بیارید زندان، دو تا پاسدار تو خیابون شهادت بدن همون جای ادامش بذارید سینه دیوار و تموم کششون کنید. اگر زخمیان بیمارستان نبرید، همونجا تمام کششون کنید. ببینید روز 30 خرداد تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم رو به رجبار بستن، بعد میگن اینا حمله کردن به ما. خب اگه مجاهدین حمله میکردن، اگه تظاهر کنندگان که حمله میکردن، که چیزی ازتون باقی نمیذاشتن که؟ خب منم اون روز اونجا بودم. حالا گیریم در درگیری یه دونه پاسدارم، یکی یه چاقوی کشیده، تیغی کشیده، یه پاسدارم کشته شده. بابا از بالا به رجبار بسته بودن میدون فردوسی، من که شاهد بودم، من که دیدم که آخه چرا دروغ میگید؟ روز روشن همه چیز رو تکذیب میکنید. در سال شهر میر حسین موسوی، اجازه بدید بهتون بگم، این میر حسین موسوی در دهه 60، ولی در سال 58-59 چون وضعیت زندان ها نسبتا بد نبود، نه اینکه شکنجه نبود، در مقام مقایسه عرض میکنم، چون از انقلاب بیرون اومده بودیم، داشتن ساواکی ها رو اعدامشون میکردن به جرم شکنجه، دستشون خیلی بسته بود. ولی که اون موقع برای بررسی وضعیت زندان ها هم صلیب سرخ میومد در زندان ها و هم عفو بین الملل، هیئت هاشون تا حتی تا فروردین 60 میومدن، در بهار 60 میومدن در زندان ها، یعنی آزاد بودن در زندان ها و بررسی کنن، هم عفو بین الملل هم سریع ساقه جان. ولی درست بعد از 30 خرداد و بعد از اینکه جوخای اعدام را افتاد، شکنجه های هولناک رو اعمال کردن، همین میر حسین موسوی نیست، همینشون با ورود عفو بین الملل مخالفت کرد. چرا؟ چون میر حسین موسوی میدونست تو ایران چه میگذره، میدونست تو زندان ها چه میگذره. اومدن شروط سخیفی رو، میگم سخیف و حیرت آور، تعیین کرد. اولیش یه عفو بین الملل باید قانون مجازات اسلامی رو بپذیره. یعنی چی؟ یعنی سنگسار رو بپذیره، قطع کردن دست رو بپذیره، قطع کردن مبرم دست و پا رو بپذیره، چش در آوردن رو بپذیره، قصاص رو بپذیره. تو هیئتش باید کارشناس اسلامی بزنه، میخواد زندان ها رو ببینه، کارشناس اسلامی باید باشه. چرا اینا رو قبلا نمیگفتی آقای میر حسین موسوی؟ چرا نظام اسلامی قبل از 30 خرداد در سال 58-59 این شروط رو برای عفو بین الملل نمیذاشت؟ معلومه ریگی به کفشت بود، معلومه نمیخواستی اونا بیان. برید شروط رو بخونید، من مقاله نوشتم راجبه این، همون 80 پیش نوشتم. اینا وقاحته، چون میر حسین میدونست تو زندان چی میگذره، که چه شکنجه هایی میشن. که بعد عفو بین الملل اعلام کنه که گزارشش تو کجا میخواد در بیاد، کدوم نشریات میخواد منتشر کنه، تو رو خدا میبینیم. پس میدونستن، میخواستن جلوگیری کنن از آگاهی مراجع بیره بردی. نکته بعدیشو بگم، میر حسین موسوی از سال 60 تا سال 68 که مستر کار بود، دولتش مطلقاً با هیچ یک از گزارشگرای بین المللی همکاری نکرد. گزارشگر ایران، اولین گزارشگر ایران، به خاطر عدم همکاری دولت میر حسین موسوی استعفا داد. رسما هم اعلام کرد، اطلاعیش موجوده. این
این حسین موسوی دائما مطرح میکنه من اطلاع نداشتم، ما هیچ اطلاعی نداشتیم، هیچ از این اعمال تو زندان‌های ایران انجام نمیگرفت، اینا شایعات، اینا شایعات. حالا میرسیم به کشتار 67، داستان اصلی. اصلا میرحسین موسوی چرا نشسته این حرفا رو زده؟ اصلا چرا این بحثا رو با اعضای ستادش کرده؟ به یه دلیل. قاضی جفری رابرسون، قاضی مستقل سازمان ملل متحد در ارتباط با جنایت علیه بشریت، قاضی دادگاه سیرلئون هم بود، دادگاه جنایت علیه بشریت سیرلئون، ایشون به دعوت بنیاد برومند که مخارجش رو هم اونا تأمین کرده بودن و به عهده گرفته بود بنیاد، اینا اومدن ایشون یک گزارشی رو تهیه کردن در ارتباط با کشتار 67. این گزارش توسط بنیاد برومند به زبان فارسی و انگلیسی منتشر شد همراه با شهادت افراد با عکس و تفسیر و اینا شد. در اونجا آقای قاضی جفری رابرتسون میرحسین موسوی رو مسئول دونستن در این جنایت بزرگ به علت مصاحبه هایی که ایشون بعد از کشتار داشتش در تایید کشتارش هست. حتی اعضای دولت او و نمایندگی های ایران در نیویورک و در ژنو رو هم محکوم کردن، اونا هم مقصر دونستن و محمد جعفر محلاتی رو و همچنین سیروس ناصری اینا رو، دیپلمات ها رو، برای که اینا قصد فریب افکار عمومی رو داشت، عذر میخوام، قصد فریب مجامع بین المللی رو داشتن، اینا هم شهید جامعه. میرحسین موسوی اینجا در واقع میخواد پاسخ بده به اون داستان. اول که میگه من اطلاع نداشتم، اگه میشه دروغ محضه. تو کشور همه خبر داشتن یه اتفاق داره میفته، خانواده ها خبر داشتن، چطور آیت الله منتظری تو قم خبر داشت؟ ایشون دو اصلا آیت الله منتظری پست رسمی نداشتن، قائم مقام رهبری که پست نیست که، دولت مملکت خبر نداره، آیت الله منتظری خبر دارن با جزئیات. اگه میشه دولت خبر نداشته باشه. رفسنجانی تو نماز جمعه زمین ساز کشتاره، نماز جمعه 7، 14، 21 سال 67 برید ببینید مرداد ماه رو موسوی اردبیلی میگه ما دیگه ببر بیار نداریم، پرونده ببر پرونده بیار نداریم، ما تحت فشاریم، ما اینا رو اعدامشون میکنن. شعار اصلی که از قبل تعیین شده است منافق زندانی اعدام باید کرده. آقای میرحسین موسوی اینا رو نمیشنید؟ یعنی هیچ، دو ماه آزگار اینا دارن کشتار میکنن، نخست وزیر مملکت نمیفهمه تو مملکت چه خبره؟ این همه اعضای هیئت دولتش، دوست، آشنا، فک، فامیل که سراغش نمیاد بچه هم ملاقات نداره، نخست وزیر بفهمه؟ نخست وزیری که ندونه دو ماه تو کشورش داره چی میگذره، برای لای جرس خوبه؟ چرا دروغ میگید؟ شما نمیدونستی؟ نمیدیدی نماز جمعه اینا چی میگن؟ حالا هیچ. در مهر ماه سال 67 رفسنجانی در خاطراتش میگه خمینی به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع میده موضوع رو، برای اینکه کشتار تموم شده بود در شهریور ماه، 13 شهریور تموم شده بود، اما همچنان حکام شهر اوین مصر بودن رو کشتن بقیه زندانی ها. وزارت اطلاعات میگه بسته دیگه. چرا؟ چون بالاخره میگفتن باید در مقابل مجامع بین المللی هم جوابگو بشیم، زندانی داشته باشیم، این تصحیح خونینی که ما کردیم از حد گذشته. موضوع به خمینی ارجاع پیدا میکنه، یعنی آقا او چی میگه؟ خمینی نمیگه بسه، خمینی نمیگه کشتار بسه، میگه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم گیری کنه که بقیه هم بکشیم یا نکشیم. آقای میرحسین موسوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظامه،
در اون تاریخ رفسنجانی در خاطراتش اومده میگه ما تصمیم گرفتیم شرایط به قبل از بقای اخیر، یعنی قبل از کشدار برگرده، یعنی نظر وزارت اطلاعات رو میپذیرن. ببینید این چیزی که در خاطرات رفسنجانی بود، یعنی اینا نشستن تو مجمع تشخیص مصلحت نظام صحبت کردن، بحث کردن. اونایی که مدافع کشدار بودن از نظرشون دفاع کردن، وزارت اطلاعات که دیگه میگفته بس از نظرش دفاع کرده. آخه چجوری میرسه موسوی میتونه بگه من خبر نداشتم؟ عضو مجمع تو همین تصمیم گیری شرکت داشته، نظر وزارت اطلاعات رو پذیرفته. اونجا نمیپرسه آقا تو مملکت چه خبر بوده، چی بوده، برای چی ما باید تصمیم بگیریم؟ اونا میگن آقا باید بقیه رو بکشیم، میگه کی رو باید بکشیم؟ خب این که اولیشه. دو، میگه من اصلا از مفاد پیام امام خبر نداشتم. یعنی تو اونجا نگفتن امام دستور داده بودن بقیه رو بکشن؟ نمیگن چرا شما آقای موسوی نمیپرسیده آ چرا قضیه رو ارجاع داره خمینی داره ارجاع میده به ما؟ مگه خبری تو مملکت ما شده؟ یعنی هیچی. یعنی همجوری رو میره میشینه میگه امام گفتن چیکار کنیم، نمیگه آقا چیکار چی بکنیم، سر چه کاری ما باید حرف بزنیم یا تصمیم گیری کنیم. خب که خیلی واضحه که دروغ میگه. بسیار خب، باز نمیدونسته رنجنامه بی بی سی دقیقا حکم خمینی رو، اعتراضات آیت الله منتظری رو، اسنادش رو منتشر کرده. آقای نخست وزیر مملکت نمیگن آیت الله منتظری رو برای چی دارن برکنارش میکنن؟ قائم مقام رهبری برای چی داره برکنار میشه؟ حکم خمینی رو که اونجا بی بی سی منتشر کرده ایشون نمیبینه، نمیفهمه مملکت اینجوری داره میکردن؟ یعنی موضوع برکناری قائم مقام رهبری اصلا چیز مهمی نیست که بفهمی برای چی دارن برکنارش میکنن؟ رنجنامه احمد خمینی که رسما راجع به اعتراضات آیت الله منتظری رسید کشدار 67 اینا هم گفته. خب آقای میرسه موسوی نخونده نمیدونه. حالا نکته عجیب ترش چون ایشون مصاحبه کرده دفاع کرده از کشدارا، میگه چی؟ میگه من از موضع نظام دفاع کردم. شما بیجا کردی، صبح تا شب نونه نونه نمیدونم اسلام اسلام میکنی، کجای اسلام هم چی چیزی گفته؟ اون چیزی که خودتون ادعا میکردی، مگه نمیگفتی یه دونه خلخال از پای زن یهودی در آوردن علی گفت هر کس بشنود اگر بمیرد ملالی بر اون نیست؟ چرا دروغ میگی آخه؟ بعد تو میبینی رژیم خودش میگه این کار جنایته، بعد از جنایت دفاع میکنیم؟ از یه بر میگه جنایت، از یه بر میگه از موضع نظام دفاع کرد. خب من میخوام ببینم اینایی که از تجاوز تو کهریزک دفاع کردن، اینایی که از تقلب دفاع کردن، تو دردت با خامنه ای چیه؟ خامنه ای میگه از موضوع نظام دفاع کرد، پس تو دردت با اون چیه؟ کهریزکی ها رو باید بریم بر بله چشم شکور باید کشته میشدن، باید بهشون تجاوز میشد، بایستی چه میدونم انواع اقسام شکنجه ها رو بهشون اعمال میکردیم، بله چشمشون که میخواستن تو خیابون نرن. اینه موضع نظامه. چرا به خودت که میرسه متفاوت میشه؟ چرا اینجا دیگه بحث موضع نظام رو نمی کنی؟ تو 67 موضع نظام وجدان کجا رفته؟ اصلا بلاز حقوقیشون مسئوله، اون چیز بلاس وجدانی ایشون مسئوله، اون چیزی که میگه حقوق اسلامی که مثلا من براش ارزشی قائل نیستم، به اون دلیل به اون محکومه. مگه شما میتونید به خاطر موضع نظام جنایت رو تایید کنید؟ چیزی که میدونی جنایته بعد با افتخار بیای بگی، خجالت بکشید. اونایی که همچنان دل در گرای موسوی و نمیدونم فلان و فلان دارن، بیاید نقبه ببینید بشنوید. و دروغ بزرگ دیگه ای که مطرح میکنه، دوباره میدونید این دروغیه که همه جناهای رژیم میگن. آی مجاهدین میخواستن توطئه کنن تو زندانات شورش کنن، برن زندانات رو تسخیر کنن، بعد به مجاهدین بپیوندن، بعد نمیدونن فلان کنن، به خاطر همین اتفاق افتاد. دروغ محضه. ببینید بعد
موسوی هم همینو میگه، چون اینا همشون سر تهیه کرباس هم. ایشون اینو میگه. بعد در کنارش حواسش نیست چون دروغ گور کم حافظه است. صغرا کبرایی هم که میچینه به هم نمیخونه. میگه نیروهای ما، میگه ما در عملیات فروغ جاویدان که اینا مرساد میگن، میگه ما در این عملیات غافلگیر شدیم. یک. میگه رفسنجانی تو منطقه بود، نزدیک محل درگیری بود، فرمانده کل قوا بود، خبر نداشت. ما بهش از تهران خبر دادیم که این اتفاق افتاد. داشته باشید این دوتا رو. این ادعا رو بذارید بغل این که زندانیا تو زندان شوره چیز کرده بودن، از قبل آماده شده بودن شورش کنن. ببینید عملیات، تصمیم گیری راجع به عملیات که 31 تیر ماه، عملیات که شروع شده دوم نیمه شب، در عرض دو روز از عراق مطلع کردن زندانی ها. چجوری؟ اینترنت که نبوده، ماهواره که نبوده، تلفن هم که نبوده، حتما کبوتر نامه بر. بعد نکته جالبش اینه، زندانی در بند اسیر متوجه میشه نظام جمهوری اسلامی، ارتش، دستگاه اطلاعاتی امنیتی، سپاه پاسداران، ستاد فرمانده کل قوا متوجه نمیشن، غافلگیر میشه. رفسنجانی بغلش متوجه نمیشه، اما من ایرج مصداقی تو سلول انفرادی گوهردشت مطلع میشم که مجاهدین میخوان حمله کنن. اون وقت من برنامه‌ریزی برای شورش دارم در هماهنگی با مجاهدین، به خاطر همین هم مستقبل بعد در سراسر ایران توده‌ای هم احتمالا میخواستن همکاری کنن، پیرمردان حزب توده هم میخواستن احتمالا همکاری کنن، زندانیان چپ هم بقیه همه میخواستن مجاهدین همکاری کنن، همه شاید دم تیخ بزن. ببینید خجالت آوره، شرم آوره، اینا بیشرمیه. میرحسین موسوی پاشت کشتار 67 گیره، میرحسین موسوی مسئول کشتار 67، وزیر اطلاعات عضو هیئت دولت بوده. ببینید میرحسین موسوی جزو کسایی است که هلهله میکردن برای اعدام عبیدا و تایید میکنه اعدام عبیدا رو. عبیدا به چه دلیل اعدام شد؟ که فرقاتشو برید ببینید، یکیش همین جنایات ساواک. همه ما میدونیم رئیس ساواک رو هویدا انتخاب نمیکرد، رفتی هم نداشت هویدا، یک و اصلا گزارش به هویدا نمیدادن که هویدا یک بار در عمرش هم اعمالی که توسط اینا انجام میشد رو تایید نکرد. هویدا یک بار در عمرش اطلاعیه نداد برای سرکوب مجاهدین حمایت کنه یا سرکوب فدایی ها یا سرکوب نمیدونم کنه. آقای میرحسین موسوی یک وزیر اطلاعات رو او انتخاب میکنه، مسئولیت وزیر وزارت وزیر با اوه و با هیئت دولت. یک. غیر از این میرحسین موسوی بارها و بارها اطلاعیه داده، موضع‌گیری کرده و جنایات رژیم رو تعیین کرده. برید حلحله و شاهیشو در ارتباط با دستگیری اعضای حزب توده ببینید. این نخست وزیر جایی هم که بهش رفتی هم نداشته میگه، و بقیه جنایات تایید میکرده. و جنایاتی که در زندان اتفاق افتاده چجوری به ایشون ارتباط نداره ولی به هویدا داشت؟ برای اینکه اینا راست نمیگن، متاسفانه هیچ کدومشون نمیگن. بعد راجع به خود اعدام ها هم که صحبت میشه، میان دائم سعی میکنن قربانی ها رو محکوم کنن، اینطوری بود، اینا اینجوری کشتن. ببینید میخوام این عرض کنم خدمتتون که حالا برای اون چی که اینا میگن، به نظر من تمامشون از اساس غیر. میگه
مسئولیت کشتار 67 میندازه رو کول لاجوردی. ببینید لاجوردی شاید یکی از کسانی بود که بیش از همه از این کشتار خوشحال شد، خوشنود شد. لاجوردی سقفش با جنایت برداشت، ولی لاجوردی تو سال 67 نبود، رئیس زندان اوین لاجوردی نبود. لاجوردی از سال 63 اصلا تو کار زندان ها نبود، اصلا تو کار دیگه دادستانی نبود، تو کار اطلاعاتی نبود، ربطی بهش نداشت. چرا دروغ میگید آخه؟ از یعنی میخوام بگم که اینجاست که اینا رو میشناسید شما. یک سر سوزن شرمنده نیستن، یک سر سوزن شرمنده نیستن به خاطر این همه جنایتی که مرتکب شدن. تازه افتخار میکنه از موضع نظام اومده تایید کرده این کشتار. خوش شما آیت الله منتظری رو برکنار کردن، دستور پایین کشیدن عکساشو میرحسین موسوی داد، دیوار دم خونهشون رو نوری عبدالله نوری خراب کرد، بولنزر گذاشت اونجا، بخشنامه دادن تو دو ادارات که عکس های آیت‌الله منتظری بکشیم پای همین میرحسین موسوی داد. هم یه نظام نبوده، چیشی نظام نبوده، آیت‌الله منتظری به خاطر اعتراض به این کشتار برکنارش کردن. خیلی جالبه امروز همه میخوان آیت الله منتظری رو بخشی از نظام جلوه بدن. خب این نظام یک پارچه آیت الله منتظری رو رفت پشت برکناریش. کی با برکناری آیت الله منتظری مخالفت کرد تو این نظام؟ کدوم جناح کرد؟ تاج زاده هنوز سال 88 اردیبهشت 88 مصاحبه میکنه، میگه آیت الله منتظری طاقت رهبری رو نداشت، تایید میکنه برکناریش رو. چرا؟ چون آیت الله منتظری حاضر نبود جنایت کنه، لااقل آگاهانه جنایت کنه. فرق بین آیت الله منتظری با اینا زمین تا آسمونه. برای همین از طرف مردم در واقع دوستش دارن. ایستاد گفتن آقا ساکت باش. گفت آقا چی ساکت باشم؟ گفتن وقتی رهبر شدی این کارا رو بکن. گفت آقا کجا معلوم من زنده بمونم؟ زودتر از خمینی نمیرم. راست میگه، درس بزرگیه، من از او درس گرفتم. سال 76 خاتمی رئیس مجمع تشخیص مصلحت، رئیس شورای امنیت کشور بود، امنیت ملی، جلسه گذاشتن، خاتمی بود، کروبی بود و و و آیت الله منتظری رو بردنش تو حصر. همین خاتمی، همینا که سینه میزنن میگن ظلم کردن به نمیدونم موسوی و کروبی و رهنورد که بردنش تو حصر، خودشون آیت الله منتظری رو بردن تو حصر. کدومشون مخالف بودن؟ کجا گفتن؟ اینه که در مقابل اینها نباید سکوت کرد، در مقابل تلاش های میرحسین موسوی و امثال اون فرق نمیکنه کدوم جنایتش، میخوان تاریخ و واژگونه جلوه بدن، جای جلاد و قربانی رو عوض کنن. این تو فیلمشون هست، تو کتابشون هست، تو خاطراتشون هست، تو همه چیزشون هست. از خودشون چهره وارسته نشون میدن. شما برید ببینید لاجوردی رو چجوری جلوهش میدن، تجسم مهر و عطوفت و رحم و بحب. اون جلاد رو مسئول امنیتی دهش هستن کتابی بود خوندن، میگه لاجوردی کبوتر بود، از کبوتر هم نرمتر بود. شما باور کنید نمی کنید، باور نمیتونید بکنید این با چه وقاحتی با خانواده ها برخورد میکرد، چجوری با بیرحمی خبر مرگ یه بچه اعدام یک جگرگوشه یه نفر رو به مادرش میداد، مادری که رای دور اومده. چه لذتی میبرد این لاجوردی؟
می حسین حسینی میگه من خبر نداشتم. یه پسر آیت الله گلزاده غفوری رو اعدام کرده بودن، به فاصله کوتاهی دو هفته بعدش اون پسرش هم اعدام کردن. دادستانی دو تا اطلاعیه داده بود برای کاظم، برای کاظم گیلان، کاظم گلزاده غفوری و صادق گلزاده غفوری. گفت این برادر اونی که قبلا اعدامش کردی، یعنی میخوام مردم فکر نکنن اشتباه شده دو دفعه اسمش گفتن. گفت این برادر اون قبلی است که اعدام کردی. بیرحمی اینجوری بود. آقای میرحسین موسوی خجالت نمیکشی؟ شرم نمیکنی؟ تو تلویزیون گیلانی میمد گفتش که تعذیر آن است که پوست را بدرد، گوش را بشکافد، استخوان را بشکند. آخه خجالت هم خوب چیزیه. میگم اگه کسی زیر تعذیر بمیرد کسی ضامن نیست، عین فتوای امام است. آخه چطوری به شما حالی کنید؟ دست و مرفق در خون دارید. شما بچه نکشتید؟ اینا تبلیغاته؟ چقدر بچه کشتید؟ آقای میرحسین موسوی نمیدونی پسر 13 ساله یه عضو هیئت دولت خود زندانی بود منافی؟ چند تا رو من برات بگم. خانواده رو قتل عام کردی تو خیابون بارگاه، خانواده مصباحو، دختر 13 سالش رو اعدام کردی، دختر 15 سالش عزت رو اعدام کردی، 13 ساله فاطمه رو اعدام کردی، 17 ساله رو اعدام کردی، 19 ساله رو، 21 ساله رو، چند تاشون رو براتون بگم آخه؟ از یه خانواده فقط. آخه خجالت بکشید. چند تایی از خانواده دکتر شفایی تو اصفهان رو کشتن؟ چقدر کشتار، چقدر قتل، چند تا خونه، چند تا عزیز یه خانواده رو گرفتی داغدار کردی، سه تا، چهار تا، پنج تا از یه خانواده. آخه چطوری میگی من اعدام دست جمعی نداشتیم؟ هی از مهر و طوفت امام. چه تا کی میخواید ادامه بدید به این همه واژگونه گویی و وارونه گویی و تحریف حقایق؟ پاتون لب گوره. بابا عذر تقصیر بخواید، پاتون لب گوره. اگه باور دارید اون دنیا، اگه باور دارید اون حرفایی که میزنید، پاتون لب گوره. کشور رو به نابودی کشوندید، ایران رو به نابودی کشوندید، همتون شریک بودید، همتون شریکی. یه نسلی رو به قربانگاه بردید، یه سریش رو که تو زندان ها کشتید، یه سری تو خیابون ها کشتید، یه سری تو میدون های جنگ کشتید، یه سری تبدیل به نمیدونم معتاد و هزار جور بدبختی تو جامعه رها کردید. مگه اینا کی کرده اینا رو؟ خمینی مگه نمیگفت؟ مگه تو نمیشینی؟ مگه فکر نمیکنی؟ خمینی گفت شاه گورستان ها رو آباد کرد، شهرها رو خراب. برید نگاه کنید، شهرها رو خراب کردید، روستاها رو خراب کردید، مردم رو آواره کردید، گورستان ها رو آباد. برید ببینید یک گور چند دارید میفروشید به مردم. برید ببینید گورا رو چند طبقه کردی، کشور رو نابود کردی. تمام ادامه اون سیاست هاست. اصفهان امروز آب نداره، همین میرحسین موسوی. صنایع آب برو تماما برد به اصفهان، تماما برد به اصفهانی است، چون تو دولتش قدرت داشتن. دریاچه ارومیه رو خاک ریخ وسطش، نصف کرد جاده کشید وسط دریاچه بسته، میرحسین موسوی کرد. ما چوب و دوران میخوریم، ما چوب نظام اسلامی رو میخوریم، چوب سیاست های ضد ملی رو میخوریم، چوب سیاست های ضد مردمی رو میخوریم. جنگ جنگ تا پیروزی. برید نگاه کنید همین میرحسین موسوی، حضورش در جبهه، شعارش برای جبهه، شعارش برای جنگ، صفحات اول روزنامه های کیهان اطلاعات فقط جمهوری رو در سال 60 دهه 60 رو بخونید، مسئولیت همشون مشخصه.
یک کدومشون یه دونه نقد ندارن به خودشون. کجا نقد دایر کردن؟ کجا بیرون دادن؟ فقط و فقط آیت الله منتظری تافته جدا بافته از نظامه، هیچ ربطی به این نظام هم نداشت، هیچ یه شخصیشه، نه ربط به حوزه داشت، نه ربط به نمیدونم اسلام داشت. هر اگه مارکسیست نه نیستم بود آیت الله منتظری همین بود، کافر و گبر رو نمیدونم نصارا و نمیدونم یهودی و فلان هم بود آیت الله منتظری همین بود، هیچ یه شخصیش بود، هیچ ربطی به هیچی نداشت. اگه نه اون اسلامی که گلپایگانی خونده آیت الله منتظری هم خونده، همونی که مرشی نجفی خونده بود، همونی که این حضرات خمینی خونده بود آیت الله منتظری هم خونده، شاگرد اون بود دیگه. چطور اون حرفا رو خمینی نمیفهمید آیت الله منتظری میفهمید؟ بله، یعنی اینا تلاش میکنن اتهام را خودشون دور کنن. دهه 60 که عالی بوده، یه اشتباهاتی تو سال 67 فقط شده، همه این به اصطلاح اصلاح طلب ها همین داستانشون، در صورتی که بزرگترین جنایات خودشون کردن، بزرگترین جنایات رو همین که لباس اصلاح طلبی رو تن کردن همه همین رو کردن. این یه موردی بود که خب فکر میکنم نظراتم رو صرفش گفتم. حالا مسئله بعدی عرض کنم خدمتتون که یه ولایتی گفته که از یمنی ها یاد بگیریم که چگونه در برابر تهدید و تحریم مقاومت میکنن، به جای لباس لنگ میبندن، اسلحه به دست دارن، چند تکه نان خوش دستشونه، با پای پیاده و سعودی ها از دست اینا عاجزن. ببینید خب این صحبت های ایشون خیلی واکنش های زیادی تو فضای مجازی در پی داشتیم. داستان خیلی مشخصه، نه نظر من چی؟ خب ببینید ولایتی یکی از وقیح ترین هاشونه، اتفاقا وزیر امور خارجه دولت میرحسین موسوی هم هست. یک روز در عمرش این آدم مبارزه نکرده، یک روز در زمان شاه و بعد از انقلاب که دیگه فقط از خان نعمت برمونه، تو دوران 57 قبل از انقلاب این تو بیمارستان فکر میکنم تجریش فعالیت میکنه، فکر میکنم آره یه چکم خورده بود از دکتر عباس فاضل، یکی از پزشکان فعالی بود که بعدا به مجاهدین پیوست و حالا بعد تو دستگاه رجوی رفت و مجاهدین و حالا در اونجا چه از نظر من چه مشارکت های شخصا در جنایاتی که در اشرف صورت گرفته داشتید بمانم، الان بحث من اونا نیست. خب اینا هم بخشش در واقع جنایات خود مسعود رجوی است که عناصر بسیار میهن دوست یا انسان دوستی رو تبدیل به توفاله کرد یا تبدیل به مهرهایی برای انجام سیاستهاش یا پیشبرد سیاستهاش و اونا رو از انسانیت تویی کرد. این حالا باشه، ولی این ولایتی در دوران انقلاب هم فعالیتی نمی کرد، واسطه به انجمن حجتیه بود. بعد از انقلاب هم خب میدونید این رژیم تو اون ابتداش خب اینا کسی نداشتن، نه آدم با سوادی داشتن، نه آدم با شعوری داشتن، بسیار بسیار کم بود در میان اینها، کمتر کسی تن میداد به این بازی کثیفی که اینها شروع کرده بودن. ولایتی از همون ابتدا چون سابقه انجمن حجتی هم داشت خب نزدیک شد به نظام و از همون ابتدا پست های بالایی رو گرفت، کاندید شده بود برای نخست وزیری از طرف خامنه ای که البته رأی نیاورد و بعد خامنه ای مجبور شد به امیر حسین موسوی تن بده. ولی ببینید این آدم که ده ها شغل داره، از ده ها جا حقوق میگیره و ویزیتش
حتی بالاتر از میزانی است که نظام پزشکی تعیین کرده و دولت تعیین کرده، یعنی دولت اسلامی طبق این حرفا میبینید قوانین یا اون چیزایی که دولت تعیین میکنه به فتوای خمینی کسی رعایت نکنه یعنی خلاف کرده، گناه کرده، ولی اینا میکنن. ایشون مسئولیت هایی که داره در واقع در بیمارستان و اینها باید یعنی حتما اونجا باشه، مطلقا نیست. بدون کوچکترین صلاحیتی وزیر امور خارجه کشور شده، 16 سال سکان وزارت خارجه رو در دست داشته، حالا چقدر منافع ملی رو به باد داده بماند. این آدم که از تمام امکانات خودش و فرزندانش برخورد، یه قلم ایشون که دم از نون خشک و لنگ به کمر میبندن و پاورنر میرن مبارزه میکنن یمنی ها، ایشون شخصا یه قلم یک خونه 1000 متری رو در سعدآباد، یکی از بهترین مناطق تهران، بالا کشید از طریق بنیاد شهید و از اموال مصادره دیگه. ده ها میلیارد پول اون خونه هست، بیشتره، خیلی زیاده، فکر کنم اون قیمتا رو 100 میلیارد هم باشه. فکرشو بکنید یه خونه 1000 متری رو کنه کشته، آدمی که مثلا در نظام اسلامی داره کار میکنه، یه حقوق دولتی میگیره، آه نداشته اینا ایش کنه میشه دهات رستم آباد شمال تهران بوده. حالا ببینید چه بحثی داره. یه خلافش بچه های این، حالا بماند که دخترش گندش در اومد از رانت احمدی نژاد اینا استفاده کردن به زهت علومش برای اینکه بورسیه بشه، پسراش شرکت ساختمانی دارن، سال 85 اینا اونجا رو سخت کردن 3 میلیارد، الان 3 میلیارد میشه 50 میلیارد ها، و بعد پروژه های بزرگ کشور اجرا میکنه. یک شب سختی خودش بچه هاش نکشیدن، ولی برای مردم میدونی چی جوری روزه میخونه؟ همین میروزه، همین آقای ولایتی نون خوش بخوره، یک روز در عمرش نون خوش خودش نخورده. بچه هاشو برید ببینید، قیافه هاشون، محل زندگی هاشون رو برید ببینید، شرکتشون رو ببینید، تو پول قرق بخورن، قرط میزنن. ببخشید، قرقن تو پول، بعد اون وقت میان برای مردم نسخه میپیچن که برید مثل یمنی ها زندگی کنید. ایشون وقتی همسرش فوت کرد 13 سال پیش، میخواست رئیس جمهور شه، سال 84 همسرش رفته بود که عمل در واقع کوچیک کردن شکم رو، جراحی شکم رو بکنه، در زیر عمل فوت کرده، بلافاصله تجدید فراش کرد. ایشون دو تا بچه هم از اون همسری که جدید گرفته داره، سنش هم که بالای 70 ساله، 70 خورده ساله، آقای ولایتی دنبال تجدید فراش هم هست. بعد ولیکن برای مردم نسخه چی میپیچه؟ یمن و نون خشک و گشنگی ملت. اینه نظام، همه ابعادش رو نگاه کنید همینطوری، یه مش حقوق باز شیاد کلاهبردار قدرت رسیدن، اینو مقایسهش کنید با امیر عباس حمیدا، 13 سال نخست وزیر کشور بوده، یه پیکان داشته، یه آپارتمان خودش نداشته و خونه 1000 متری رو بالا کشیده توی سعدآباد، یه قلمش ام القرای اسلام، اون فاسد بوده، ایشون آدم پاک و پاکیزه. بله،
یه سوال دیگه ای رو دوستان پرسیده بودن که عملیات موشکی سپاه در سوریه چه پیامی دارد؟ کاملا مشخصه. ببینید رژیم به دنبال درگیریه، لااقل بخشی از سپاه پاسداران در حال حاضر به دنبال اینه، این خط رو دنبال میکنه. صحبت هایی که شمخانی کرده ناظر بر همینه، امروز مطرح کرده به جان بولتون که سردار حاجی زاده مسئول موشکی سپاه موشک تو چند مایلی شما انداخته برای اینکه حواستون باشه، یعنی دارن تهدید جان بولتون و تهدید امریکا رو با تهدید جواب میدن. استفاده از موشک بالستیک کردن، موشکی که مور توسط در واقع هم شورای امنیت نسبت بهش ابراز نگرانی شده، خود کشور اروپایی نسبت به این ابراز نگرانی کردن و آزمایشات موشکی رژیم رو هم در کل همه محکوم کردن. اینا این موشک های بالستیک رو که از ایران 6 تا موشکی که زدن به اون نقطه در که داعش رو هدف قرار دادن در سوریه، در واقع هدف قرار دادن داعش نیست بلکه پیامه و تثبیت موقعیت موشکیشونه به اصطلاح. وگرنه اینا که ادعا میکردن نمیدونم شیوخ عرب و نمیدونم اینها بایستی جواب پس بدن، اینا فعلا شیوخ عربی در کار نیست، ریاض این بغله، امارات اون بغله، نمیدونم بحرین اون طرفه و اینا میرن یه جای دور افتاده رو در سوریه که سیبل همه است برده هدف قرار میدن، ببارد که میگن یکی از موشکات تو خودی کرموشا افتاده بزن. این نشون میده که نظام اسلامی به هیچ قاعده و قانونی پایبند نیست، این نظام قابل اعتماد نیست. کسانی که روی این میخوان سرمایه گذاری کنن اینجاست که باید حواسشون باشه و مردم ایران باید حواسشون باشه. بهای این سیاست ها رو فردا مردم باید پس بدن. آقای ولایتی و انوار انصارش نمیدن ها که الان شاخشون رو میکشن، بیت رهبری نمیده ها، مسئولین نظام و اینها نمیدن ها، مردم باید پس بدن. خب از اون طرف هم میبینید یه حمله با احباد و اینا به دوباره مقر حزب دموکرات کردستان کردن، نشون میده که نه مرزها رو به رسمیت میشناسن، نه حسن همجواری رو به رسمیت میشناسن و به دنبال شعله ور کردن هرچه بیشتر آتش بحران در منطقه. به زعم خودشون به ترتیب ممکنه از هان دور بشه از مسئله داخلی، از مشکلات داخلی و این بحران هایی که رژیم باهاش درگیره. یک مورد دیگه استان سوال کردن اینه که فرانسه از توقیف دارایی وزارت اطلاعات ایران خبر داده، موضوعش چیه؟ ببینید فرانسه امروز 3 تا از وزراش، وزرای امور خارجه کشور و اقتصاد، 3 تایی با هم دیگه موضع گیری کردن علیه نظام اسلامی، علیه دولت اسلامی، به خاطر اقداماتش در فرانسه، تلاش برای انفجار مراسم سالانه مجاهدین در ویلپت. چیزی که فرانسه گفته خطرناکه و ما به هیچ وجه نمی‌پذیریم. و اموال اسدالله اسدی اون دیپلمات تروریست که دستگیر شده و سعید هاشمی مقدم یکی از در واقع ماموران اطلاعاتی رژیم در فرانسه رو اینها توقیف کردن و همچنین اموال وزارت اطلاعات رو، جدای از این به یک مرکز
اسلامی، مرکز اسلامی از زهرا در شمال شرقی فرانسه حمله کردن، ادعی رو دستگیر کردن، در اونجا ظاهرا سلاح به دست اومده، اینا ارتباط مستقیم با هم خامنه ای و هم بیت رهبری و هم نظام اسلامی و هم حزب الله داشتن و تلاش میکردن اقداماتی رو هم علیه اسرائیل و به زعم خودشون ضد صهیونیستی رو در اونجا پیش ببرن یا پیاده کنن یا پشتیبانی. هنوز اطلاعات دقیقی از این بیرون نیامده، ولی دستگیری ها صورت گرفته و مسئله ببینید امروز یه مقداری بیشتر باز شده. اطلاعاتی که اشپیگل بیرون داده در ارتباط با اسدالله اسدی، همین دیپلمات تروریست دستگیر شده رژیم در لوکزامبورگ، ببینید ایشون در سوم سفارت بوده در اتریش و با یه محمل خانوادگی همراه همسرش و دو تا پسر 17 و 21 سالش مثلا یک سفر توریستی رفتن و بعد در لوکزامبورگ اون زوج هوادار مجاهدین امیر سعدونی و همسرش رو دیدن ظاهرن و بمب رو بهشون تحویل دادن، بمبی که توی مسیر کیف آرایشی بوده و قرار بوده در مراسم مجاهدین در کنار اون میزی که ساندویج اینا میفروشن بذارن و منفجر بشه. احتمالا رژیم حساب همه جاری کرده بوده، چون مقامات آمریکایی و اینا در سالن بودن، مقامات اروپایی بودن، میخواستن که عملیات در اونجا انجام نشه به خاطر تبعات بیشتری که داره، بلکه در اینجا بشه و بازتابهاش رو حالا یا ترکشهاش تا اونجا بره، ترکشهای سیاسی شاید من چون به ناسه چیزی بعید میدارم اون فاصله از دم جایی که قضا یا کوفه است و اینا تا اون تایی که مسئولین هستن تلفات آنچنانی بده. حالا در هر صورت فرقی نمیکنه که چه کسی کشته میشد، بحرانش بحرانی است که امنیت فرانسه رو هم تهدید میکرد و وقتی که اینا تحویل دادن بعد از اون چون ور قرمز زدی دست که تهیه کردن و بعد اینا در یک چیزی میگیرنشون در یک بمب بنزینی ایشون دستگیر شده همراه خانواده‌اش، اونا بازجویی شدن، هم پسراش بازجویی شدن، حالا همسرش نمیدونه ولی پسرا که قطعش نه اتفاقا همسرش هم بازجویی شده و الان تقاضا کردن که دولت بلژیک تقاضا کرده که ایشون رو تحویل بگیره، ولی که وکیل او اعتراض کرده و به همین دلیل هنوز موضوع در آلمان پیگیری میشه. دستگیری این فرد نشون میده که رژیم اسلامی به هیچ چیزی پایبند نیست. درست فرانسه ای که به دنبال ایجاد یک کانال هست برای اینکه بتونن پولشون پول حاصل از فروش نفت رو به داخل بیارن یا بتونن تجارت کنن یا بتونن راه نفس کشیدن برشون باقی بمونه، فرانسه ای که باشون همراهی میکنه، اروپایی که داره باشون همراهی میکنه، اروپایی که در اینجا تلاش کرده لااقل دولت مردانشون در مقابل ترامپ و دولت امریکا بیستن، همون اروپا رو رژیم تبدیل میکنه به محل تاخت و تاز عملیات های تروریستیش. هلند رو دیدید عملیات تروریستی علیه اون کلاهی رو کشتن، یا ملاحظه میکنید در فرانسه اقدامی که صورت گرفته، حالا در خود امریکا هم که دوباره موضوع جاسوسی و اینا مطرحه و توطئه هایی که عوامل رژیم داشتن. حالا این نکته ای که هست اینی که تاکید شده این اسم مستعار داشته، دیپلمات رژیم اسمش دانیل بوده، اسم مستعارش دانیل بوده و حدود 10 سالی این کسایی که تو مجاهدین بودن، امیر سعدونی و همسرش، 10 سال مزدور رژیم بودن، 10 سال تو مجاهدین کار میکردن. دارید این مسعود رجبی و کمیسیون امنیت و ضد تروریستشون رو دیدید، هر روز یه کنتور مینداخت منتقدین رو، نمیدونم
مخالفین خودشونو که تردیدی در سلامتشون نیست، تردیدی در مبارزشون با رژیم نیست، تردیدی در مخالفتشون با رژیم نیست، تردیدی در مرزبندیشون با رژیم نیست، در مرزبندیاشون ده ها بار بیشتر از خود مسعود رجویه. اینا رو هر دونه مزدور رژیم، این جاسوس رژیم، از این داستانایی که سر هم میکنه. ولی خب ببینید 10 سال اینا توشون نفوذ میدن. چرا به این سادگی اینا اونجا میتونستن باشن؟ چون مجیزشون میگفتن، چون قربون صدقه مسعود رجبی میرفتن، قربون صدقه عوامل مجاهدین میرفتن. مهدی افشار چی دیدید؟ با همین جانی ها عکس داره، ده ها هزار دلار یورو اینا پول گرفتن توی چند ساله از همین سرویس امنیتی رژیم. هر دفعه 4000 یورو نمیدونم اینا پول میگرفتن. ده سال آزمار شوخی نیست ها. کمیسیون امنیت و ضد تروریست، کمیسیون امنیت و ضد تروریست، همینه. فقط کارش پرونده سازی و پاپوش دوزی و اشاعه جعل و دروغ و فریب و حقوق بازی و اینا، یعنی اون چیزی که مسعود رجبی شخصا خودش تجسم اینیش. خب این ببینید، این نشون میده که این رژیم قابل اعتماد نیست. رژیمی که شما دارید بهش کمک میکنید، دارید باش همکاری میکنید، همراهی میکنید، داره توطئه میکنید، تو کشورتون میخواد عملیات انجام بده، بمبگذاری کنه. خب چجوری به این این میتونید اعتماد کنید؟ به این رژیم چجوری حرفای این رژیم میتونید بپذیرید؟ این همون دولتی است که قول داده بود که در اروپا عملیات تروریستی انجام داده، ولی میبینید میده به هیچ چی اینا نمیتونید پایبند بشید. چجوری فردا میتونید بپذیرید رژیم به تعهدات خودش پایبند میمونه در اعتماد واصله هستی، به خصوص بعد از پایان اون دور زمانیه که اون برجام تعیین کرده؟ اینا علائم در مقابل رژیم نباید مطلقا کوتاه اومد، نباید قول و قرارش رو پذیرو. اینا به هیچ چیزی پایبند نیست. علامت مشخصش همین عملیاته. و اتفاقا این فرانسوی ببینید سالها پیش تو همین در ارتباط با شورای حقوق بشر یک ترویکا تشکیل شده. ترویکا یعنی یه هیئتی که مرکب از 3 کشور، اون موقع سنگال بود، پاکستان هم بود. نکته جالبش اینه خیلی سنگال تلاش میکرد حالا این که مثلا با رژیم کنار بیان، قطعه علیش دستویب نشه، نماینده ویژه مثلا انتخاب نشه، یا اگه میشه مثلا خواسته های رژیم رو برآورده کنن. همون موقعی که سنگال داشت این کارا رو میکرد برای رژیم، همون موقعی که میانجی شده بود و تلاش میکرد بار از دوش رژیم برداره، همون موقع توطئه تروریستی تو سنگال داشتن، دیدی عواملشون دستگیر شدن. حمل سلاح و توطئه تروریستی و بحران آفرینی تو خود سنگال، همین رژیم، عواملم کمی دستگیر شدن. اینا قابل اعتماد نیستن، اشتباه میکنه هر کسی که به این اعتماد کنه. این نشونش. یک سوال دیگه ای رم ببینم، این سوال ها رو همه برسون انجام بدم. بپرسه که بگم فرمانده تیپ امام صادق بعد از تجمع تو حوزه علمیه قم برکنار شده، چرا؟ ببینید اون تجمع حوزه علمیه قم در واقع 50 روز پیش بود دیگه. این تجمعی از حوزه بود، شاگردای آیت الله نسبای یزدی و تیپای خاص توی حوزه. اینها قبلا هم حمله کرده بودن به لاریجانی، قبلا حمله کرده بودن به رفسنجانی، حالا این بار حمله فیزیکی حتی کرده بودن. این دفعه جلسه ای رو گذاشته بودن. این حسین طیبی فر یه دونه آخوندیه که فرمانده تیپ امام صادقه. تیپ امام صادقه یعنی تیپ آخوندا که تو سپاهه. فکرشو بکنید یه سازمانه نظامی ارد و رکن اصلی
سرکوب در کشور یه تیپ آخوند هم داره، حالا آخوند به نظام و نظامی و لشکری و اینا چه ربطی داره؟ والا به قول معروف الله و علم، انگوش به دهن هم همه، یعنی دیگه آخوند به تیپ نظامی هم کار داره. ولی همین یه تیپ امام صادق از دوران جنگ درست کردن، لباس نظامی هم که میپوشیدن، این عمامه هر سرشون میذاشتن، یه تیپ امام صادق توی قوم. قبلا مشتبه زرنور فرماندهش بود، حالا حسین طیبی فره. البته یه دوره کوتاهی هم معتمد بود، عزت الله معتمد. حسین طیبی فر ایشون یکی از سخنرانان جلسه بوده، جلسه که دوزنه قوم برگزار شد. سخنران اصلیش حسن لعین‌پور از قدیم بود که عضو شورای انقلاب فرهنگیه و مورد علاقه ویژه خامنه‌ای. سخنان اصلی رو مزهک، همه کارهای رژیم مزهکه اینه، سخنران اصلی او بوده، حمله و هجومای اصلی رو او کرده به حوزه، بی احترامی هایی به حوزه از طرف او صورت گرفته. بعد حسین طیبی فرمانده تیپ امام صادق رو در اثر اعتراضات مراجع تقلید و اینها و بزرگان حوزه اینو برکنارش کرد، چون برخلاف یکی رو برکنار میکردن دیگه، حوزه بهش خیلی برخورده بود از حرفایی که اونجا زده شده بود، مراجع بهشون برخورده بود، بعد یکی رو برکنار میکردن. حسن رحیم‌پور از قدی برای اینکه گماشته خامنه ایه تو شورای انقلاب فرهنگی اونو نمیتونه سر، چون گماشته خامنه ایه مستقیما، به همین دلیل اومدن رو حسین طیبی فر که تیپ امام صادق رو اداره میکنه که سخنران بوده اونم. حالا خودش میگه من برگزار کننده بودم، فقط برای اینکه کسی نه بلنگو دست بگیره من صحبت کردم و اینا، که توجیهاتی است که میکنم. البته اونم برکنار اونجوری نشده، معاملت امور روحانیون در سپاه، یعنی یه پست دیگه بهش دادن، یعنی اون پست قبلیه رو نداره. فرمانده جدیدش هم که دوباره همین آقای عزت الله معتمده. تیپ امام صادق در واقع جنگی که ما نداریم دیگه، که جنگ تموم شد رفت، ولی یه جنگ تو خود حوزه میه قوم هست، یه جنگ برای جا انداختن خامنه ای به عنوان مرجع تقلید هست، یه جنگ برای اینکه مخالفین رو بذارن کنار تو حوزه هست، یه جنگ برای اینکه در لحظه مقتدی اینا مثلا مرجع تقلید بتراشن، رهبر بتراشن، تو حوزه میه قوم جنب اختلاف به وجود بیارن، نیاز به یه تیپ نظامی دارن. این تیپ امام صادق برای اون روز هست که الان که خبری نیستش، یعنی برای خود آخونداست، یعنی برای سرکوب خود آخونداست، یعنی برای اینه که فضا رو ناهم کنن، حتی برای سران رژیمی که مخالف منویات یا منافع اونها حرکت میکنن یا جناح اونها حرکت میکنن. بله این داستانش. یک دونه سوال دیگه پرسیدن که مدرک جعلی سنتی هاشمی داستانش چیه؟ بله این امروز یه مدرک جعلی دیروز حالا رو شده، اونم مال سید مهدی هاشمی. سید مهدی هاشمی ایشون نکته جالبش اینه، ایشون وزیر بوده توی مملکت، معاون وزیر بوده، رئیس سازمان نظام مهندسی بوده، مدرک مهندسیش جعلیه. تو رو خودو ببینید، رئیس سازمان نظام مهندسی مدرک مهندسیش جعلیه. کی اینو گفته؟ وزیر راه مسکن عباس آخوندی. خود عباس آخوندی در قرار استیضاحش کنن، چند بارم از استیضاح در رفته، حالا دوباره میخوان استیضاحش کنن. تو درگیری ها و دعواهای درون نظام داستان مدرک جعلی سدمتی هاشمی الان زده بیرون. برید این سدمتی هاشمی تو سال 74، سال 1374 تو 30 تیر ماه 74، ایشون از دانشگاه امام حسین یکی از این مدرک های گلابی رو گرفته، مدرک فوق دیپلم جغرافیا سیاسی نظامی. هر چقدر شما میفهمید ما میفهمید، حالا یه جای دیگه ژئوپلیتیک نمیدونم از این داستان ها میگن ژئوپلیتیک، این حالا فوق دیپلمش گرفته، جا
جغرافیا سیاسی نظامی فوق دیپلم با معدل 11 و 28 سنون این فوق دیپلم گرفت. سال چی؟ سال 74. بعدن یه مدرک رو کرده که سال 72 از همون دانشگاه امام صادق، یعنی دو سال قبلش، مدرک مهندسی عمران گرفته که بعد دانشگاه امام حسین مال سپاه پاسداران ته اطلاعیه تکذیب کرده، گفته این از ما مدرک نگرفت. رو مدرک عمران، مدرک کارشناسی عمران، ایشون یه فوق لیسانس گرفته هم توی عمران هم توی مدیریت، یه فوق یه دونه دکترای عمران هم گرفته تو شاخه زلزله. فکرشو بکنیم کسی که اصلا تو فوق دیپلمش معلمی معدلش 11 است، تو فوق دیپلم، اونم تو رشته ژئوپلیتیک، جغرافیا سیاسی نظامی، خود چاله‌ای نمیگن با ژئوپلیتیک نگن. نکته جالبش اینه همه این سپاهی ها یه دونه مدرک ژئوپلیتیک هم دارن، از رئیس صفوی بگیرید تا این تحفه همین سدمتی هاشه. ایشون بعدا چیکاره شده؟ معاون پور محمدی جانی دوزر کشور، نماینده مجلس بوده، به عنوان وزیر احمد نژاد معرفیش کرد، رای نیومد تو مجلس، رای اعتماد نیومد. رئیس کمیسیون عمران مجلس بوده سالها با مدرک جعلی، باز عرض کنم رئیس سازمان نظام مهندسی بوده با مدرک جعلی. آیا فقط داستان به سدمتی هاشمی برمیگرده؟ صدر زیر نظام اساسا سیستم رو جوری چیدن به خاطر همین. حالا این مدرک جعلیشه، مگه کردان نبود؟ مگه رحیمی نبود؟ مدرک از آکسفورد جعل کرده بودن، حتی متنش رو غلط نوشته بودن به لحاظ انگلیسی. بعد تو دانشگاه آزاد جفتشون استادم بودن، طرف با فوق دیپلم استاد بود، اون یکی دکترای حقوق، این هم چی؟ از کجا؟ از آکسفورد. این سدمتی هاشمی. حالا نکته جالبش اینه در انتخابات سال گذشته ایشون رئیس ستاد انتخاباتی رئیسی در استان تهران بود. جانیا جمعشون جمعه. قبلا بود احمد نژاد در افتاده بود با زاکانی نهاده مهندس مسئول بسیج سابق دانشجویی، مدرک تحصیلش رو کرد. در دوران تحصیلش ایشون پزشکی هسته‌ای خونده بود، در قبلش اطفال می‌خواسته بخونه. در دوران تحصیلش تمام دروس علوم شش خوندش به 7 نرسیده بود، 3 2 5، نمیدونم بالاتریش یکی چرا یکی بود 7 بود. بعد این آدم دو تا رشته تخصصی پزشکی رفته، تمام این رانتای روز. ببینید 47% پزشکی دانشگاه تهران، 47%، یعنی نصفش سهمیه های گوناگونه. خب اون دیدید قبلا طرف لوف رو نمیتونست تلفظ کنه، میگم عوضی نوشته، وقتی میخواست درست کنه میگم اینجا عوضی نوشتن، موزه لوف رو نمیتونست تلفظ کنه. ایشون تو دانشگاه آناتومی درس میده، پزشکی دانشگاه پزشکی آناتومی، لوور نمیدونه کجاست، میگه عوضی نوشتن، نمیتونه لوور رو بخونه از روش، بعد آناتومی تدریس میکنه. خب معلومه خود خامنه ای مدرکش جعلیه، چرا رای دور بریم؟ خامنه ای که هیچ استادی سطح بالا به عمرش ندیده، هیچ کلاسی شرکت نکرده بوده، اساساً آخوند منبری بوده، خطیب بوده به قول خودشون، یک دفعه تو خوم رنگرزی میشه مرجع، میشه مجتهد، اونم مجتهد مسلم. بعدم ملاحظه میکنید مرجع تقلید و پس ببینید مرجع جعلی، رهبر جعلی داریم، اجتهاد جعلی داریم، مرجع تقلید جعلی داریم، همه با مدارک جعلی ها. این عرض کنم
حالا سدمتی هاشمی هم این همون، این نظام همشون همین هم. مدارک جعلی کارشون را میندازه. شما برید ببینید یک تریلی شغل و مقام و منصب داشته، همین سدمتی هاشمی با این حقوقوازیش رو که یه مدرک رفته جعل کرده. بله این به نظر من همه نظام درگیرشه، همه نظام درگیر این مسئله است، فقط سدمتی هاشمی نیست. به جایی میرسه خیر این اعتراضات رو، چرا؟ برای که همه سرطه کربوسن در صدد رفع و رجوع این بر میان، نه چون همهشون همینه، غیر از این ندارن. و یه سوال دیگه ای که دوستان مطرح کردن اینه که این متهمان اقتصادی که به اعدام محکوم شدن کیا هستن؟ اینا در واقع کسانی هستن که به نظر من کمترین سهم رو در هرم قدرت دارن. یعنی اگر تو هرم قدرت بودن قطعا با این مجازات روبرو نمی شدن. چرا؟ ببینید به خاطر اینکه خب شما ملاحظه کردید قبل از این ما اون قرزال حسنه و اون داستان سامن الائمه رو در مشهد داشتیم که من هفته گذشته عرض کردم خدمت، پای تمام دستگاه قضایی توشه، همه راتش برخوردار بودن، دادگاه میشه روحانیت توشه. وقتی میرسه تو همون دادگاه خاوری، خاوری رو اعدام میکنن، بقیه در میرن. این الان آقایی که اعدام محکوشه ایش آقای مظلومینه دیگه، به قول خودشو سلطان سکه. خب در ارتباط با بانک مرکزی و در ارتباط با خود سیستم میده. موقعی که میخوان قربونی کنن یکی از همین ها قربونی میکنن که عامل خودشونه ها، ولی تو هرم قدرت اون بالا دست نداره، یعنی پشتوانه محکم نداره. مگه داشته باشه که قطعا فراریش میدن. مگه محسن رفیق دوست برادر خودش فراری ندادن؟ مرتضی رفیق دوست سر قضیه فاضل خداداد، فاضل خداداد اعدام شد با حقوق بازی، با فریبکاری، با بیشرمی اردنش ایران، بعد اعدامش کردن، بهش قول دادن، بهش وعده دادن، بهش اماننامه دادن. همین محسن عبید روز اماننامه داشتن، بردنش اینا، کشتنش. اول چجوری کسی چی شده بود؟ اصلا چرا پاش به این پرونده کشیده شد؟ محسن رفیق دوست یه زمین بهش فروخته بود، اون موقع 1,600,000,000 تومان پول بابا رو بالا کشته بودن، پولم نمیدادن. گفت چیکار کنیم؟ گفت بیا از این طریق پول رو تامین کن. رفت افتاد تو همون هچل آقای فاضل خداداد، وگرنه که خارج کشور بود که. رفیق دوست قبلا برای پدر او حاجی خداداد، حاجی خداداد برای او کار میکرد، از این طریق خانواده رو میشناخت. هیچ، اول سرخیزش کردن، بعد که اون اومد برای اینکه پولش جبران شه از این رانت استفاده کنه، بعدا سر همین دستگیرش کردن، سر همین اعدامش کردن. جرمی نکرده بود، تازه پولا رو هم پس داده بود، جرمی که عرض میکنم نکرده بود برای که اعدامش بکنن. مرتضی رفیق روز آزاد شد و الان داره میچرخ. طبق قانون باستی همسرش هم میگرفتن، چون دست شکا مال همسرش بود. اگه همسر بنده بود و شما بود و نه خواهر بنده اینا بود، همی دستگیر میشه. ولی اینا نه، عوامل خودشون دستگیر نمیشن، یا اگه دستگیر بشن فرار میشون میدن. الان شما نگاه کنید یه شرکت دیگه، شرکت سامن سکه میفروخته، سال 95 تأسیس شده، اجازه نامه از همشون داشته، تبلیغاتش تو رادیو تلویزیون بوده، اتحادیه طلا و جواهر اینا تاییدش میکردن، الان هیچ دیگردن نمیده. 15,000 میلیارد تومان پول ملت رفته، 3,000 نفر رو
سر کیسه کرده، خودش و همسرش فراری هم. ببینید حواستون باشه هر جا که اسمهای به اصطلاح مقدس بود بدونید سرتون دارن شیره میبالن. خیلی ساده تمام این صندوق ها رو نگاه کنید، قرارداد اصلا نه که حالا اونای دیگه نه، ولی وقتی اگه اسم نمیدونم صامن الحجج صامن الائمه نمیدونم فلان و فلان بود، مطمئن باشید دارن جیبتون رو میذارن و مطمئن باشید خود رژیم کمایی که الان میبینید دیگه، طرف فراریش دادن خودش و همسرشو، حالا مردم دستشو به کجا بند بشه؟ اینه، این نظام از بالا تا پایینش فاسده، به دنبال قارت اموال اون میاد، هر کی دستش برسه هر جا برسه میکنه. در هر صورت آقای بهبهانی نیستن، منم تنها و جایشون خالیه، اینی که خیلی مزاحمتون نمیشم. تشکر میکنم از اینکه با ما همراه بودید و من تلاش کردم که این وعده ای رو که ما هم داشتیم در نبود آقای بهبهانی به این ترتیب ادا کنم و سوالاتی که رسیده بود رو در حد توانم پاسخ بدم. روز خوبی رو برای همه آرزو میکنم و اگر موردی باشه سوالی باشه انشاءالله هفته دیگه در خدمتتون هستم، البته در سفرم، ولی خب اگر هر سوالی باشه به من یا به آقای بهبهانی بدین، چشم با کمال میل هفته دیگه همون چهارشنبه خدمتتون میرسم. این دفعه یه روزم زودتر خدمت رسیدم. خیلی ممنون از شما.